بفرمایید، شما بگو. نه شما بفرمایید. نه شما چون گنده تر و چاق تر هستی، شما بفرمایید. آه خیلی خوب، من میفرمایم. یه اکبر سلمانی توی محل داریم آج. بله اکبر سلمانی توی محل داریم که مهارت زیادی هم داره. هر کسی میره پیشش سرش رو با خیال راحت میده دست اکبر. احبر حالا هرچی هر کلم 50,000 تومان میگیره. بله بله، قبل برای ما اومده بود 100 تومان، چون پول نداشتیم حساب کردیم چیکار کنیم، گفتیم اگه احبر رو بپیچونیم بریم داخل مغازش دوتا چلی بتراشیم پولمون جور میشود. بله بله، با لیوان قهوه رفتیم پیشش، قرار بود دوتا حبک کورس مسهل نمونه اسمش نمونه دیم موسیل بندازیم داخل قهوه هش، اما نمیدم کدام نسبت حمال عوضی اشه جای ایشیدنه هب 11 دنه اونجا گرس انداخته بود. 11 گرس انداخته بود. بدبخت اکبر آقا 2 قلوب از این نسکافه که خود رنگش از بالا تا پایین زرد شد. بله گفت 10 دقیقه دم سلمونو واستین، اگه مشتری اومد یه وقتی خدای نکرده نرود تا من برم دشوری و برگرده. و ما ماندیم و سلمانی. بله این راست که آدم بدشانسی هم که بیارن میاره دیگه، فرق نمونه. مشتری ما مثلا میتونست یه بچه یه اشکال چیزی باشه. بله. یا مثلا یه رهگذر بیازار بیشور نفهمه باشه، چه میدونم هر چیزی بگیر از یک جناب سرهنج. لاهی قربانتو من برم. گریه نکن آقا جان، گریه نکن. دست ازم به من اشه. مگر در گوشت نگفتم جناب سرهنگو بیخیار شد؟ نگفتم. حالا برگردیم به اون صحنه. خب جناب سرهنگ راحت بشین، کلتو بسپار به من، سری به تراشم که کیف کنی. من خستم، میخوابم، کارتون تموم شد بیدارم کنید. ای به چشم، بخواب سرهنگ که ما بیداریم. بله قرار شد ایشون بقیه سر سرهنگ و این آدم اصلاح کنه، منم برم براش چسب بخرم با موهای استاد نخلو کنم اون تیکه رو بچسبونیم. رفتم و آمدم اما چشتون روز بد نبینه. او درد. بله آقا روزی که ننم اولده اونقدر ناراحت نشد، اینقدر احساس بدبختی نشد. قشنگ استاد ایشون یه پاشو گذاشته بود این سمت کله سرهنگ، او برسیب گیتنده اونجا گذاشت، اون ورنده یه ترخ زد به تمام موهای بدبخت بیچاره اون. بله بله که دیگه باید کامیونم چسب دوغولم نمیشد درستش کرد. بله بله اون زرما. خلاصه شانسی که آوردیم این بود که جناب سرهنگ هنوز خواب بود. بله آقا جان، تصمیم گرفتیم واسه این چیز سر جناب سرهنگ از اون وز در بیاریم، کلش رو کامل تیغ بکشیم، این اون جوونه بازیگری از پاراد جمشید هاشم بود. ها جمشید هاشم بود. ولی دیدی چه کف صابونی درست کرده بودم؟ بله شما از وقتی همسر فوت شرده بود کلن کار با صابونت حال شده بود. آقا جان من که شما باشید سر سرهنگ کامل کف مالی شد به توسط ما. مشکل این بود که کف یک مقدار روی صورتش هم آمده بود. بنده ندیدم که نقطه شروع سر این کجاست. بله تیخ کشی که تمام شد هوله رو آوردیم سر سرهنگ رو تمیز کردیم، یهو دیدیم اه نمیننده یه چیز اون وسط کمی صورت سرهنگ کسری داره. متوجه شدیم که همراه با سرش ابروهاشم با تیغ تراشیدیم. نمنم میخندی آخه اشیم واسه میخندی اینقدر برم. من چه دیگه اشهدم رو خوندم، گفتم الان بیدار بشود دیگه تیکه تیکم هم میخونم. ناگهان من این شیر با یک راه حل دیگه آمدم به میان. بله قرار شد که من برم از مداد ابروهای عمه زیران وارده اونی که دیده بود و چاق بود عمه جلوه زیران یه بردارم بیارم جای ابروهای سرهنگ با مداد ابرو نقاشی کنم. هیچ دیگه رفتم و آوردم اینجوری. بند دوباره نگاهی به آسمان کرده رستم دستان یاد کردم، شروع کردم به ابرو کشیدم برای جناب سرهنگ. بله چه ابرویم. حالا شما فکر کنین سر جناب سرهنگ کاملا تیغ زده شده است. بله. این روانه داره با مداد ابرو اونجور نقاشی اونجور میگونه، یهو جناب سرهنگ در همین وضع چشماش اونجور برد باز شد. بگفت ای ننم جان به خدا یک دو دقیقه همجا خوش نگاه کرد، هی به خوش نگاه گفت سلام سلام، اما خودش بودی که نفهمیده بودی که خودش هستش. این سرش یا تایش سلام
سلام. سلام علیکم. کی این؟ کجایید شما؟ کجایید؟ کجایید؟ آقا تا دوزارش افتاد چه گندی زدیم، یک عربده‌ای کشید که زمین سبز میدان نشست کرد. بله، تا من اومدم بگم چی شده چی نشده است، یهو دیدم استادت کجا رفته. یه دفعه رفتم دستشویی، علشه نبود دیگه. بله، جناب سرهنگ منو با خودش بود یه جاشه تنبیهم کنه. تازه اونجا فهمیدم که ایشون رئیس کماندو هست. منو پرچه بین یه عالم کماندو زیاده، این خیلی زیاد خیلی زیاد، این بوزی که وسط جلده کرت ها رها شده باشن، اونها هم بنده رو بله زهر ما زهر خر. خلاص عزیزان، کاری که بلد نیستین و انجام ندین، صد درصد ادعاهم نکنین، اینجوری به بدبختی و بیچارگی میافتین. درست نمیگم استاد؟ بله دقیقا. تا درودی دیگر به درود. چرا فرار کردی؟ بسه جای تنبیه تو نشان میدی. چرا فرار کردی؟ با